نام خدا شاگرده عزیز و گرامی سلام خوب هستین به خیر هستین جور و باشین شاگرده عزیز به مضمون ریاضی بسیار خوش آمدید <متصفيق> <متصفيق> خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون شیرین ریاضی سنف هفته با همدیگه میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم فصل پنجم مسلس ها و چندزلی ها و درس دهم ده است درس امروز ما و شما اما چه درس رو ما و شما امروز میخوانیم؟ هدف درس ما و شما چی است؟ انتباق پذیری دو مسلس حالت دو زاویه و زل بین اگر یادتان باشد ما و شما در درس گذشته گفتیم دو شکل ما و شما میگیم انتباق پذیر هستند اگر ما اگر بیایم یا روی کاغذ رسم کنیم درست است با قیچی اینا رو برش بزنیم کات کنیم و روی هم قرار بدیم دقیقا یا کاملا همدیگر را بپوشانند. میگیم دو شکل ما و شما چی هست؟ انطباق پذیر هستن یا میگیم دو شکل منطبق بر هم هستند. خب و بعد چی رو گفتیم مثلث ها رو گفتیم گفتیم دو مثلث ما و شما انطباق پذیر است اگر همدیگر کامل کاملا بپوشانند یا گفتیم که شش تا از شش تا اجزایو باید با هم چی باشد مساوی باشد یعنی ذیل با هم باید با هم مساوی باشد و زاویه ها با هم مساوی باشد دو تا مثلث چی میشه انطباق پذیر میشه درست است خب اما گفتیم که نیاز نیست ما این شش تا تصاویر نشان بدیم ما و شما اگر فقط بتونیم سه تا از نشان بدیم او سه دیگه خود به خود برابر میشه برقرار میشه درست است خب حالت اول چی بود گفتیم اگر در دو مثلث ما و شما دو تا زل و زاویه بین بتانم نشان بتیم دیگه نیاز نیست دیگه خود به خود چی میشه برقرار میشه پس درس گذشته ما شما, شما بود دیگه نه اگر ما و شما دو تا مثلث داشته باشیم ما بیایم نشان بدیم دو تا زل از مثلث اول با دو تا زل از مثلث دوم چی است مساوی است و زاویه بین این دو زل با زاویه بین دو زل مثلث دیگه مساوی باشد دو زل و زاویه بین میشه چه دو تا مثلث انطباق پذیر میشد حالت چی میشد زاد ز زاد درست است یعنی دو تا زل و زاویه بین اما امروز درس ما شما چی است حالت چی است انطباق پذیر مثلث حالت دو تا زاویه و ضلع بین اگر در دو مثلث ما دو تا زاویه نشان بدیم با دو تا زاویه دیگه مساوی است و ضلع بین از دو زاویه با ضلع بین از دو زاویه دیگه مثلث مساوی باشد نتیجه میگیریم دوتا تا مثلث ما شما چی است انطباق پذیر است با حالت ز زاد ز صحیح دو تا زاویه و ضلع بین صحیح شد خب اما قبلی که درس شروع کنیم بریم سرتخته با تباشیر برتون رسم تشریح کنم کارخانه درس گذشته رو باید با ما روان نکرد در طریق واتساپ اپ نمبرش هم 09964 780 255 13 درست است شاگرد عزیز پس بریم سرتخته محالت دوم انطباق پذیر مثلث ها که درس امروز ما شما است بریم سرتخته تشریح کنیم به چی شکلی پس بریم سرتخته خب شاگرد عزیز حالت دوم انتباق پذیری مسلس ها رو امروز میخوانیم درست است پس من نویشتن میکنم انتباق پذیری مسلس ها دو مسلس حالت حالت اول ما و شما چی بود؟ حالت اول ما و شما دو زل و زاویه بین بود حالت دوم ما و شما چی میشه؟ حالت دوم میشه دو زاویه و زل بین به شاگرد عزیز ز زاد ز سهیست زاویه زاویه و زل بین حالت اول ما شما چی بود؟ حالت اول درس گذشته بود زاد ز زاد بود درست است دو تا زل و یک زاویه بین سهیست شاگرد عزیز خب ده این حالا چی است میگیم که اگر ما شما دو تا مثلث داشته باشیم شاگرد عزیز دقت کنید دو تا مثلث با عنوان مثال ما شما داشته باشیم بشک باشم باشه A B و C A زبر B زبر شاگرد عزیز و سی زبر اگر ما و شما بتاریم نشان بتیم شاگرد عزیز دقت کنید میتونم نشان بدم زاویه A با زاویه A زبر مساوی است زاویه B با زاویه B زبر مساوی است و زل A B با زل A A زبر B زبر مساوی باشد دیگه اجزا نیاز نیست دیگه اجزا خود به خود چی میشه برابر میشه پس ما شما اگر نشان بدیم که زاویه A مساوی است با زاویه A زبر صحیح زاویه B مساوی باشه با زاویه B زبر و زل ای بی زل بین هر دو زاویه مساوی باشه با زل زبر بی زبر دقت کن شاگرد عزیز ما این زاویه و این زاویه رو گفتیم باز نه زل ای سی نشون بدیم به درد نمیخوره باید زل بین همین دو زاویه باشد زاویه ای زاویه بی زل بینش ای بی میشه صحیح پس ا با زبر باید نشون بدیم مساوی است بی با بی زبر مساوی است و زل ای بی با زل ای زبر بی زبر و اگر شما بیاین دو تا زاویه زاویه ا رو با زاویه زبر نشون بدین زاویه بی را با زاویه زبر نشون بدین مساوی باشه بعد بیای بگی، ای با ای سی زبر سی زبر مساوی است و درد نمیخوره این ثبوت نمیشه صحیح پس باید حتما زل بین دو زاویه باشد پس از این عرصه ما شما میتونیم نتیجه بگیریم که مثلث ای بی پذیر است یا منطبق است یعنی سمبول گفتم سمبول چی است انتباق پذیری است چیست با مثلث زبر B زبر سی زبر با مثلث زبر بی زبر و سی زبر الان بالایش هم بالاش میمانیم پس این حالت حالت دوم درس امروز ما شماست که چی است انطباق دو دو است. حالت دوم دو زاویه و ضلع بین ز زاد ز زاویه زاویه و ضلع بین درست است خب شاگرد عزیز از از ما تخته رو پاک میکنم و یک مثال از کار میکنیم درست است تا بفهمیم پس من تخته رو پاک کنم خب شاگرده عزیز و گرامی یک مثال کار کنیم از حالت دوم پس من نوشته کنم مثال سوال با ما شما به این شکل میگه گوش کنید نوشته کنیم در یک مسلف متساوی و ساقین. پس در یک مثلث متساوی ساقین. ناصف و زاویه یا نیمساز گفتیم نیمساز یا ناصف و زاویه یک در یک یکی است, است. نیمساز زاویه ای را رسم میکنیم نیمساز زاویه ای را رسم میکنیم است؟, است؟ ثبوت کنید که دو مثلث تشکیل شده با هم چه است انتباق پذیر هستند ثبوت کنید که دو مثلث تشکیل شده انتباق پذیر هستند سیست شاگرد عزیز پس سوال به این شکل است. چی گفته؟ در یک مثلث متساوی ساخن پس من یک مثلث متساوی ساخن نکشم دقت کنید شاگرد عزیز مثلث ما متساوی ساخن خود میفهمیم چی هست. متساوی ساقین یعنی دو ساقش باید با هم چی باشد؟ مساوی باشد A B و C وقتی میگه متساوی ساقین یعنی A B ما و شما با A C چی است؟ مساوی است خود سوال گفته و یک نکته دیگه هم را یادتان است این یعنی قبلا گفته بودیم مثلث اگر متساوی ساقین باشد زاوی های روبرو به ساق های مساوی مساوی است یعنی زاوی C با زاویه B باید چی باشد؟ مساوی باشد درست است؟ خب شاگرد عزیز حال چی گفته؟ گفته ما چی میکنیم؟ ما میایم نیم چی رسم میکنیم؟ نیمساز شاگر دارید دقت کنید نیمساز زاویه گفته نیمساز زاویه رو رسم میکنیم خب ای ما شما نیمساز, نیمساز میفهمیم چی هست دیگه نه؟ نیمساز شاگر دقت کنید این من نامش اگر چی بانم؟ این مث... بانم مثال اچ بانم نیمساز یعنی زاویه a ای یک و زاویه دو چی میشه شاگر دارید؟ مساوی میشه نیمساز هم ایست دیگه زاویه ای یک و زاویه دو با هم دیگه چی هست؟ مساوی است این خود سوال گفتن نیمساز رسم میکنیم حالی <سؤال> گفته شما ثبوت کنید اینی مسلسه، الان کمی رسامی مک. خوب نسبان دقیق تر بکشم شکرده عزیز، به این شکل، است، زاویه a ای یک با زاویه a دو چی است؟ مساوی است. گفته دو مثلث تشکیل شده. کدام مثلث؟ A B H یعنی من نامش H مانده بودم، صحیح است؟ مثلث سمت چپ A B H با مثلث A C H. مثلث سمت گفته شما ثبوت کنید که چی است؟ انطباق پذیر است. خب بیر چرا هم ثبوت میکنیم شاگرد عزیز؟ دقت کنید. پس مثلث چی؟ A B H با A C H یعنی دو مثلث سمت چپ راست گفته شما ثبوت کنید این یا چی است انطباق پذیر است خب این چرا هم ثبوت میکنیم شاگرد عزیز پس دقت کنید من نوشته میکنم ثبوت پس اول ما آمدم دقت کن شاگرد عزیز سوال خواندم شکلش کشیدم رسم کردم و بعد سوال که حالا فهمیدم حالا حل میکنم یک بار دیگه گوش کن در یک مثلث متساوی ساقین خود سوال گفته یک مثلث من میکشم متساوی ساقین معنایش چی است معنای ای بی ABC متساوی ساقین باشد زل AB با زل AC چی هست؟ متساوی ساقین است درست است؟ خب گفته نیم ساز زاویه ای را رسم میکنیم نیم ساز یعنی چی یعنی نیم خطی که زاویه را به دو نیم مساوی تقسیم میکنه یعنی زاویه A ای یک با ای ما شما چی است مساوی است به عنوان مثال زاویه اگر 50 درجه باشد A ای یک ای دو چی میشه هر 25 درجه میشه دقیقاً به دو نیم باید تقسیم شوه درست است پس زاویه a ای یک با زاویه a دو مساوی است تا اینجا خوب فهمیدیم خب دیگه چی گفته گفته حالا ثبوت کنید که دو مثلث تشکیل شده انطباق پذیر هستند یعنی مثلث سمت و مثلث سمت درست. گفته شما ثبوت کنید انطباق پذیر است خب من هم ثبوت میکنم دقت کنید شاگرد عزیز نوشتم میکنم ثبوت من میگم که زاویه بی که باز باز زاویه چی هست؟ زاویه بی با زاویه سی است مساوی است چرا چون مثلث متساوی و ساقین است پس نوشتم میکنم زاویه بی مساوی است با زاویه سی دلیلش هم نوشتم میکنیم چون مثلث مت... متساوی ساقین است خود سوال گفت نه مثلث ABC متساوی ساقین است متساویو ساقین خب زاویه بی با زاویه سی گفتیم مساوی است زاویه یک با زاویه دو مساوی خود سوال با ما گفته چرا چون ای اچ نیم ساز است دیگه خود ما گفتیم پس زاویه ای یک مساوی با زاوی ای دو چرا چون ای اچ نیم ساز است ای اچ نیم ساز است درست است پس دقت کن شاگرد عزیز ما از این مثلث زاویه B گفتیم از این مثلث زاویه C گفتیم از این مثلث زاویه ای یک گفتیم از اون مثلث زاویه ای, ای دو رو گفتیم آلی باید کدام رو بگم زل بین شه دیگه زل بین A ای یک و B کدام میشه آفرین ای بی میشه به زل بین A2 و C کدام میشه ای سی میشه خب ای بی با ای مساوی است بله چرا چون مثلث متصل ساخن است دیگه یعنی خود سوال گفتین ساق با هم چی است مساوی است پس نوشتن می کنم ای ما و شما مساوی است با ای سی. چرا چون مثلث متساوی ساقین است متساویو ساقین است؟ خب شاگرد عزیز آلی از یه عرصی ما و شما نتیجه میگیریم که مثلث ای بی انتباق پذیر است با مثلث چی شاگرد عزیز ای سی ایچ ای دقت کن شاگرد عزیز تا اینجا خصوص ثبوت کرده اما حالت چه باید نوشته کنیم بگیم به حالت چی میشه حالت چه داخل قوس نوشته میکنم دقت کن شاگرد عزیز از این مثلث سمت چپ ما زاویه یک زاویه یک گفتم یک زاویه بیر گفتیم و یک ضلع بینش گفتیم پس میشه چی حالت دو زاویه و ضلع بین پس میشه ز زاد ز... 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 ز زاویه زل زاویه دقت کنید زل بین دو زاویه نوشته کردم زاویه زاویه زل بینش نوشته کردم صحیح است زاویه زاویه یعنی زل ده این مثلث زاویه A دو زاویه C و زل AC. سی درست است پس شاگرد عزیز ما و شما چیکار کردیم ثبوت کردیم وقتی ثبوت میکنیم این شکله که میمون این ثبوت شد خلاص شد ثبوت ما و شما پس سوال بسیار سوال خوبی است دقت کنید یک بار دیگه در یک مثلث متساوی ساقین نیم زاویه ای را رسم میکنیم ثبوت کنید که دو مثلث تشکیل شده انطباق پذیر هستند ما مثلث متصل ساقین ABC را کشیدیم رسم کردیم خود ما و شما زاویه B با زاویه C مساوی است چرا چون مثلث متساوی ساقین است زل A B با زل ای سی مساوی است چرا باز چون مثلث متساوی و ساقین است و خود سوال گفته نیم ساز زاویه A زاویه A را که ما و شما رسم میکنیم نیم سازش است نیم نیم را رسم کنیم میگیم A یک با ای دو چی است مساوی است عالی گفته این دو مثلث ثبوت کنید با هم چی است و پذیر است که ما و شما ثبوت کردیم از کدام حالت حالت دو زاویه و زل بین درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز پس ما تخته رو پاک میکنیم یک تا مثال دیگه این کار کنیم که بسیار مهم است درست است شاگرد عزیز پس تخته رو پاک میکنیم خب شاگرد عزیز و گرامی مثال بعدی رو کار کنیم پس ما نوشته میکنم سوال گفته اگر در شکل مقابل ثبوت کنید دو مثلث چی هستن؟ انتباق پذیر هستن پس در شکل مقابل ثبوت کنید یا نشان دهید فرق نمی کنه ثبوت کنید که دو مثلث انتباق پذیر هستن پس در شکل مقابل ثبوت کنید که دو مثلث انتباق پذیر هستن شکل ما و شما به این شکل دقت کنید شکل عزیز. اینی شکل ما و شماست گفته A B ای باشد C D و ای. اینی C به ما و شما داده خود سوال داده 4 سانتی متر B رو داده 4 سانتی متر و زاویه بی را به با شما داده گفته دی و بی هم 90 درجه است خب شاگرد این گفته ثبوت کنید دو با هم چی هستند طبق پذیر هستند مثلث ای بی سی و دی ای سی گفته ثبوت کنید هر دو با هم انطباق پذیر هستند پس این ثبوت میکنیم پس من اشتباه میکنم ثبوت دقت کن شاگرد عزیز اطلاعات باید هر چیزی که ما میگیم اینیزل با, اینیزل با, اینیزل با باید دلیل داشته باشیم 100 درصد بدون دلیل قبول نمی خب من میگم که زاویه بی با زاویه دی چی است با هم مساوی است چرا چون خود شک با ما شما گفته چند درجه است 90 درجه وقتی این خط میکشه با ما شما این چی 90 درجه است پس من نوشتم میکنیم زاویه بی مساوی است با زاویه دی چرا دلیلش نوشته میکنیم؟ چون 90 درجه است این دلیلش است با دلیل باید نوشته کنیم درست است خب زل بی سی با زل اس دی چی است مساوی است چرا چون خودش نوشته که در شک نوشته که 4 سانتی متر دلیل داریم با ایردو با هم مساوی است پس بی سی مساوی با دی سی چرا؟ چون چار سنتی متر است اردویش درست شاگرد عزیز؟ خب ما شما یک زاویه گفتیم و فعلا یک زل گفتیم آلی باید چی بگیم؟ یا یک زل بگیم که شود دو زل و زاویه بین یا یک زاویه بگیم که شود دو زاویه و زل بین کدام شد داریم؟ کدام داریم؟ اگر بگیم ای بی با دی ای خب چرا دلیل نداریم؟ خیلی ممکنه بگین استاد ای بی با دی ای مساوی است خب مساوی است اما دلیلی چی چرا چرا با مساوی است باید کنیم دیگه با دلیل مدرک با ما شما ثبوت کنیم من میگم بی با دی مساوی سه چهار چون میفهمیم 90 درجه است صحیح است خب بی سی با سی دی مساوی چون 4 سانتی متر است خود سوال با ما شما گفتم. زل AC با سی مساوی چرا دلیل دلیل نداریم پس این ما نمیتونیم در ثبوت از این استفاده کنیم هر چیزی که ما و شما میگیم این با ای مساوی باید با دلیل باشه صحیح است خب چی است من میگم شاگرد دقت کنید زاویه C یک با زاویه C دو مساوی است دلیل دارم برای ازی چرا؟ چون این دو تا زاویه بهش میگن زاویه های متقابل و یک نکته داریم ما و شما اگر دو خط مستقیم بیای همدیگر قطع کنه یعنی دو زاویه مقابل با همدیگر چی میشه؟ مساوی میشه با اسم زاویه های متقابل و یاد میشه پس اگر دو خط مستقیم یک دیگر را قطع کنند چهار زاویه تشکیل میشه زاویه یک با دو مساوی میشه یعنی زاویه سه با زاویه چهار میشه به میگیم یک با دو متقابل بر اساس است زاویه سه با چهار متقابل بر اساس است درست است پس زاویه سی یک با سی دو چی است مساوی سه چرا چون زاویه های متقابل به هستند پس من نوشتم میکنم زاویه سی یک ما و شما مساوی سه با زاویه سی دو دلیل چرا چون متقابل بر متقابل با رأس برش میگیم سه خب شاگرد عزیز پس ما از از نتیجه میگیریم که دو مثلث A B C A انطباق پذیر است با مثلث DCE یا C D e. فرق نمی کنه هر کدوم C, e. C D E به حالت حالت چی میشه شگر حالا چی باید داخل قوس نوشته می کنم حالت دقت کنید که اطلاع چی گفتیم ما یک تا زاویه گفتیم زاویه بی با زاویه دی بی را با دی گفتیم از این مثلث یک زاویه گفتیم زاویه سی یک گفتیم پس زاویه بی زاویه سی یک و زل بین پس دو زاویه و زل بین از اون مثال با اون یک زاویه دو زاویه و زل بینش گفتیم پس چی میشه ز زاد ز, ز... پس چی شد ثبوت ما و شما خلاص شد یعنی ثبوت خلاص شد دیگه پس شاگرد عزیز سوالا به این شکل است ما و شما شکل یا اطلاعات به ما و شما داده میشه سوال قبلی کار کردیم نه گفت در مثلث متساوی ساقین ما خود ما کشیدیم یا شکل به ما و شما داده میشه فقط نکته شمیس شاگرد عزیز ما هر چیزی که میگیم با ای این زل با این زل مساوی یا این زاویه با این زاویه مساوی است باید با دلیل باشه بدون دلیل قبول نمیکنیم. کنیم صحیح است ما هر چی گفتیم با دلیل گفتیم پس از این هر نتیجه گرفتیم دو تا مثلث چی است انطباق پذیر هستند با حالت دو زل و زاویه بین فی شد شاگرد عزیز خوب شاگرد عزیز درس امروز ما شما امی بود خلاص شد سیست حالت دوم انتباق پذیری مسلس ها. حالت اول چی بود؟ حالت اول دو زل و زاویه بین حالت دوم دو زاویه و زل بین حالت سوم بخیر در درس بعد میخوریم حالت سه زل هست یعنی اگر سه تا زل از یک مثلث با سه تا زل از دیگه مثلث مساوی باشد دیگه زاویهش کار نداریم زاویه خود به خود چی میشه مساوی میشه نتیجه می دو تا مثلث انطباق پذیر است که او رو بخیر در درس بعد ما شما میخوانیم صحیح شد چه عزیز خب شاگرد عزیز پس درس امروز ما شما خلاص شد من یه تیک مارک میکنم پس انتباق پذیری دو مثلث حالت دو زاویه و زل بین درست است؟ اما کارخانگی کارخانگی ما و شما چی است تمرین های صفحه 142 کتاب باید حل کنید و با ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبر شما 09064 780 255 13 درست است شاگرد عزیز اگر مشکل در حل کارخانگی کدام سوال کدام پیشنهاد انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید شاگرد عزیز پایان درس دهم از فصل پنجم خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما رو به الله پاک و مهربان می سپارون.